درود به همه دوستان، امروز میخوام درباره موضوع پاک باهاتون صحبت کنم. یه موضوعی که خیلی واسه من نوشته بودن، پرسیده بودن نظرمو بگم دربارش. اول بهتون کلی یه توضیح بدم درباره پاک. پاک معمولا به خونه‌هایی میگن که زمینش واسه شما نیست و ساختمون فقط مال شماست و میتونه جذاب باشه، چون بعضی شهرها چون خونه گیر نمیاد، خونه گرونه، میان همچین کیسه یا میخرن چون ارزون تره نسبت به ملکای دیگه و شما بعد ماهانه یا سالانه واسه اون زمینی که شما الان ملکتون روش هست یه اجاره پرداخت کنید، حالا بستگی داره کجا باشه، مبلغش متفاوت. معمولا این قراردادا حد اکثر 99 ساله و مالک زمین هم میتونه یه شخصی باشه، میتونه روی شرکت باشه یا معمولا اکثر جاها کلیسا هستن که مالک زمین هستن. اینطور نیستش که حالا یه کسی بیاد این قراردادو ببنده و وقتی که قراردادش تموم بشه دست خالی بره بیرون، اونجوری نیست. اون صاحب ملک باید، صاحب زمین باید به اون شخصی که زمین ساختمونش حالا تو زمینش بوده وقتی که قراردادش تموم بشه و تمدید نشه یه خسارتی پرداخت کنه، خسارتی حالا متفاوته، حالا بستگی داره قرارداد اول چی بنویسن. این خیلی مهمه، یه خسارت بعد پرداخت بشه، خیلی‌ها نمیدونن و حالا اون خسارت شاید انقدر نباشه که بتونه با اون پول یه ملک دیگه‌ای بخره یا همون ساعت اینا، ولی این خسارت بعد پرداخت بشه. به نظر من حالا این نوع قراردادا میتونه جذاب باشه واسه شهرهای بزرگ، واسه شهر بزرگ اونم به نظر من جذابه، ولی به نظر من واسه ملکای تجاری به نظر من خوبه، ولی واسه ملکای مسکونی واسه من زیاد طرفدارش نیستم. واسه ملکای تجاری اگه هتل باشه، پاساژ باشه، اینجور چیزا که بتونه آدم درآمدزایی کنه ازش خوبه، ولی مسکونی زیاد طرفش نیستم، چون یه موضوعیه که خیلی‌ها به مشکل میخورن آخرش، حالا مبلغش، خسارتش چقدر باشه، مبلغش ماهانه چقدر باشه، اینا همه مسئله است. چند سال از قرارداد مونده باشه. یه مقاله خوندم توی شهر فرانکفورت، یه خانومی بود، یه پیرزنی بود که مشکل خورده بود با شهرداری، از شهرداری شکایت کرده بود که نمیتونسته خونه‌اش رو بفروشه. این خانم اومده یه همچین قراردادی بسته 40 سال پیش، 99 ساله قرارداد بسته و از این قرارداد 59 سال مونده و عدد خوبیه واسه واگذاری و فروش، ولی اون موقع خانم الان به 80 یورو الان ماهانه اجاره میداده واسه اون زمینه و الان شهرداری گفته اگه کسی جدید بیاد من میخوام ازش 800 یورو بگیرم ماهانه و این براش دیگه جذاب نبود، اون کسی که بخواد اون رو بخره، چون باید 800 یورو ماهانه به شهرداری میداد، به علاوه یه پولی هم واسه ساختمون نمیداد دیگه، برای پیرزنه نمیتونسته دیگه بفروشه، واسه همین شکایت کرد که این مبلغ 800 یورو کم کنن که بتونه این واگذارش کنه. حالا به حال زیاد تاثیرش نیست، اگه تجاری باشه میگم خوبه، میتونه آدم درآمدزایی کنه، وگرنه مسکونی نه.